ابراهیم یزدی یکی از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی که از نوفل شاتو همواره همراه او بوده اداره جلسه را بر عهده دارد. حسین خمینی نوه آیت الله خمینی هم در حال تهیه گزارش از این جلسه است. این بار شخصی که مورد بازخواست قرار می‌گیرد سپهبد رحیمی است، فرماندار نظامی تهران که روز 22 بهمن در خیابان سپه توسط افراد محلی و انقلابیون شناسایی و دستگیر شده است. در کنار رحیمی، سپهبد نوروزی، معاون شهربانی پایتخت نیز حضور دارد. جنرال نوروزی has written this and you read it please and then I will translate for the press. بدین وسیله اعلام می‌دارم همونطوری که در طول خدمت هم. سپهبد نوروزی با خواندن نامه‌ای که از پیش نوشته است پیوستن خود به مردم را اعلام می‌کند. در ادامه این نشست نگاه‌ها به سوی سپهبد رحیمی می‌رود و اولویت مطرح کردن پرسش‌ها به خبرنگاران خارجی داده می‌شود. ما نظامی اصولا تو مسیر سیاسی هیچ وقت نیستیم، اجازه هم نداریم اصلا تو کارهای سیاسی دخالت. به دلیل حضور خبرنگاران خارجی فضای اتاق کمی صمیمی‌تر از نشست قبلی است و زمانی از نشست به مزاح و شوخی می‌گذرد. نخه با اون عرضه می‌کنم، اون برادر کوچیکتو هاشم سباقیان از اعضای نهضت آزادی به جمع پرسشگران اضافه شده و از سپهبد رحیمی درباره وفاداریش به شاه میپرسد. ملت ایران شاه رو مسبب تمام جنایات گذشته میدونه. آیا شما هنوز به او وفاداری؟ من قسمی خوردم در شروع زندگی خدمتی و چون قسم خوردم تا وقتی که پادشاه مملکت هستن من وفادارم. من قسمی خوردم در شروع زندگی خدمتی و چون قسم خوردم تا وقتی که پادشاه مملکت هستن من وفادارم. در این حین خبرنگاری از پشت دوربین سؤالی در مورد برنامه انقلابیون برای سران حکومت پیشین که در دست آنها اسیر هستند مطرح می کند. Now they will be treated as a criminal. I don't know yet because we have to investigate the kind of the crime and the intensity of the crime that they have committed. Islamic laws. اشاره ابراهیم یزدی به محاکمه سران حکومت شاه بر مبنای قوانین اسلامی بیانگر این موضوع است که مبنا و اساس سیستم قضایی آینده کشور از پیش تعیین شده. با پایان سوالات خبرنگاران خارجی نوبت پرسش به خبرنگاران داخلی و انقلابیون میرسد. تیمسار قرنی که تنها ساعتی پیش به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش انتخاب شده ورود شخصی جدید را به ابراهیم یزدی اطلاع میدهد. All right, the foreign minister, foreign affairs, okay. Now, the Iranians, they wanted to ask, all right. همزمان محمد صادق خلخالی از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی با برگه ای از سوالات پشت سر تیمسار رحیمی قرار می گیرد. اما فرصت طرح سوال به خبرنگار تلویزیون داده می شود. موضوعی که برای صادق خلخالی خوشایند نیست. در زمان او پس از مشاجره کوتاه با ابراهیم یزدی اتاق را برای مدتی ترک می کند. مجروح به پا گذاشت یا در زمان من به سهم خودم و تیمسار اویسی هم به سهم خودش تا آنجایی که من به خاطر دارم همیشه علاقه من بودیم که کشت و کشتاری نشه و حتی همیشه تأکید میکردیم که خون از دماغ کسی
نیاد. مهدی رحیمی یکی از معدود مقامات بلندپایه ارتش است که اعلامیه بی‌طرفی را امضا نکرده. مهدی رحیمی یکی از معدود مقامات بلندپایه ارتش است که اعلامیه بی‌طرفی را امضا نکرده و برخی نیروهای فرمانداری نظامی تحت امر او هنوز تسلیم انقلابیون نشدند. به همین دلیل انقلابیون سعی دارند از طریق رسانه نیروهای تحت امر او را وادار به تسلیم کنند. آیا امشب واحدهای شما بایستی برگردن تو پادگان آیا تو خیابونا بمونن؟ بعد بیان کنترل عبور مرور رو به عهده بگیرن. کنترل فقط عبور مرور رو؟ فقط. مگه اونا مسئول اداره راهنمایی هستن؟ نه نه. پس از سوالات خبرنگاران و ابراهیم یزدی، حالا نوبت پرسش به روحانیون میرسد. صادق خلخالی که مجدداً به اتاق بازگشته و پشت دوربین ها نشسته، با اشاره به موازین شرعی و قانون اساسی حکومت پهلوی، قدرت روحانیون در جامعه را به تیمسار رحیمی یادآوری میکند. یه سوال دیگه، من سوال شرعی دارم، چی رو بکنم؟ من میخوام برم. اون عبارت از اینه که شرعاً مراجع و علمای دین به مقتضای اصل دوم متمم قانون اساسی که شما خودتون قبول دارید حق بتون در قوانین دارن. اونها خودشون به صراحت اعلام کردن که از 3 ماه تا 4 ماه شاه خائنه و عنوان شاهی نداری و قسم این که شما خوردی به عنوان مملکت و به شاه وفادار باشید. آقایون مراجع در تمام رساله هاشون یه نفرم وجود نداره بگوید این قسم صحیحه و این قسم شرعی است. پس بنابراین شما چجوری میتوانید به این قسمتون پایبند بوده باشید؟ تشکرم که ما تو مملکتمون یه قانون اساسی داریم که از اون قانون اساسی خودمون طرفداری میکنیم و طرفدار اون قانون اساسیمون هستیم. در پایان ابراهیم یزدی با تاکید بر حرفای صادق خلخالی وفاداری تیمسار رحیمی به آخرین شاه حکومت پهلوی را به چالش می‌کشد. آیا شما اونها رو شاه رو به همین صفت الان می‌شناسید یا نمی‌شناسید؟ اصلا که ما در زندگی خودمون قسمی خوردیم به شاهی وفادار باشیم و تا وقتی که شاهنشاه پادشاه مملکت ما و فرمانده ما باشه داشت. از روزنامه نگاران داخلی و خارجی دعوت شده تا برای مصاحبه مطبوعاتی با سران دستگیر شده حکومت شاهنشاهی به این مدرسه بیایند. مانند شب گذشته ابراهیم یزدی مدیریت جلسه را بر عهده دارد. سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی، سپهبد رحیمی، سرتیپ محققی و سرلشکر ناجی برای مصاحبه مطبوعاتی دیگر به همان اتاق آورده می شوند. 26 بهمن ماه آیت الله خمینی دستور تشکیل دادگاه‌های انقلاب را برای محاکمه مقامات حکومت شاه صادر و حجت الاسلام صادق خلخالی را به ریاست این دادگاه منصوب می کند. شیخ محمد صادق گیوی مشهور به خلخالی از سن 17 سالگی برای مدت 13 سال در قم شاگرد آیت الله خمینی بوده است. او در سالهای نخستین دهه 40 ارتباط نزدیکی با گروه فدایان اسلام داشته و به همین دلیل بارها زندانی و به کردستان تبعید می شود. حالا مرگ و زندگی مقامات نظام شاهنشاهی در دستان خلخالی است. نخستین جلسه دادگاه انقلاب در یکی از کلاس‌های مدرسه علوی تشکیل می‌شود. این دادگاه به هر چیزی شباهت دارد به غیر از دادگاه. نه از وکیل مدافع خبری است، نه هیئت منصفه. خلخالی هم دادستان است و هم قاضی. در این دادگاه 26 نفر از مقامات حکومت شاهنشاهی محاکمه می‌شوند. پس از پایان جلسه خلخالی نزد آیت الله خمینی می رود تا تایید نهایی احکام را بگیرد. آیت الله خمینی از میان این گروه زیر اسامی 4 نفر خط می کشد و حکم اعدام آنها را به عنوان مفسد فی الارض تایید می کند. بدین ترتیب در همان شب سپهبد رحیمی، سرلشکر ناجی، سرلشکر خسروداد، تیرباران می شوند. یک کسی آقای مزامدنیستی که
به همه برم میکنه و انگوش به همه جای همه میکنه، به من گفت تو این خمینی هستی داری امام حسین برای مردم ایران درست میکنی؟ گفتم نه، من نه قهرمان ساز هستم، نه قهرمان پرور، نه امام حسین ساز، ولی شرف رو تو هم باید داریم از مهدی رحیمی یاد بگیری. درباره ابراهیم یزدی گفتنی ها بسیار هست که به مرور خواهیم گفت، اما در این شماره از برنامه با من و شما هستند خانم منیژه رحیمی، همسر روانشاد تیمسار مهدی رحیمی. ولی من امروز از دیروز تا حالا با اینکه یزدی در 90 سالگی مرد، ولی به اندازه خوشحالم و انرژی گرفتم، چون من جسمن مریضم 5-6 ماهه، ولی جون گرفتم که فعالیت کنم و دل آرزوم این بود که مرگ اینو میدیدم، ولی نه در 90 سالگی. و فرمون میده دست رحیمی رو قطع کنین، همون دستی که سلام شاهنشاهی میذاشت. یزدی کسی بود که محاکمه قلابی که تشکیل داده بودن، اولین ساعتی که تلویزیون ایران باز شد فریاد ها زد که اسیر جنگی جانی رو ما گرفتیم و آنچه توهین بود به رحیمی میکرد، ولی اون استادگی میکرد. من آقای چالنگی نفس زیادی ندارم که درد دلامو برای ملت ایران بکنم، ولی بی نهایت امروز خوشحالم که دست کم مرگ یزدی رو تا زنده بودم دیدم. از شما خیلی تشکر میکنم که منو به تلویزیونتون دعوت کردین که با ملت ایران، با ملت عزیز ایران که من دوستشون دارم درد دل کنم. همه رو به خدا میسپارم. قربان شما. مرسی و متشکرم. در نیمه شب 22 اسفند ماه 12 نفر بر روی نیمکت های یکی از کلاس های درس مدرسه رفاه منتظر صدور حکم دادگاه انقلاب نشستند. سپهبد نادر جهانبانی، خلبان برجسته و محبوب نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در بین آنهاست. جهانبانی که آموزش خلبانی خود را در آلمان گذرانده، پس از یادگیری فنون آکروباسی هوایی و بازگشت به ایران، اولین تیم آکروجت ایران را با نام تاج طلایی تأسیس می کند. در طول سالها این تیم هوایی در مسابقات و نمایش‌های بین‌المللی متعددی شرکت کرده و به یکی از قدرتمندترین تیم‌های آکروجت هوایی جهان تبدیل می‌شود. نادر جهانبانی همچنین یکی از تک‌خال‌های هدایت هواپیمای F4 بود. رسیدگی به اتهامات این افراد مدت زیادی طول نمی کشد و قاضی شهر هر 12 نفر را مفسد فی الارض شناخته و حکم تیرباران آنها را صادر می کند. مهدی رحیمی جان فدای آرمان تو، صدای تو به گوش من همیشه میرسد. مهدی رحیمی تو از تبار میهنی، خود منی رهایی از نظام خوب و بد. ما آب دیده ایم، رنج ها کشیده ایم، از خود بریده ایم،
به حرف تو رسیده ایم. پانشان میهنی زاده تهمتنی، خونه تازه تنی در مقابلت خمیده ایم. آن اهریمنان تیر مردمان، آن زحاکیان، آن دیو ددان، گرچه در خاک و خونت کشندن، لیک بر برج نورت نشندن. ای به خون خفته آریایی، سمبل راه امروز مایی. من قسمی خوردم در شروع زندگی خدمتی، و چون قسم خوردم تا وقتی که پادشاه مملکت هستم من وفادارم. مهدی رحیمی باز با من سخن بگوش، مرا بجوش میان قرش دلاوران. مهدی رحیمی باز در پرچمم بخوان، که این زمان تولدی دیگمان.